آخوند رئیسی وعده داد که سالی 1,000,000 مسکن میسازه. اگر چون این ساخت و سازی جریان داشته باشه، یعنی باید سالی 4,000,000 نفر از مستأجران و حاشیه نشین ها صاحب خانه بشن. طبیعیه که چون این روندی بر روی قیمت مسکن و اجاره مسکن هم تأثیر مستقیم خواهد داشت. در این بخش از برنامه میخواییم ببینیم که چه روندی طی شده و اوضاع مسکن در چه نقطه قرار داره و دست آخر ببینیم با این روند چه چشماندازی وجود داره و آیا کارگران صاحب خانه میشن یا نه. بپردازیم به بحث قیمت مسکن. همونطور که ملاحظه میکنید در اسفند 1400 قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در تهران 35,000,000 تومان بود که با توجه به اینکه سال قبلش یعنی در سال 99 در تهران هر متر مربع 30,000,000 تومان بوده، ما شاهد 16% افزایش قیمت بودیم. اما در همین فروردین 1401 قیمت مسکن باز هم با افزایش همراه بود و با 3% افزایش قیمت متوسط هر متر مسکن در تهران به حدود 36,000,000 تومان رسید که اگر همین روند ادامه داشته باشه با توجه به تمام شاخص‌های مؤثر در قیمت مسکن، این قیمت در اسفند امسال به 48,000,000 تومان برای هر متر مسکن خواهیم رسید. رژیم آخوندی رشد 16% قیمت مسکن طی یک سال رو تازه دستاورد خودش میدونه و اون رو به عنوان شاخص ثبات قیمت مسکن اعلام کرده. حالا اگه موافق باشید ببینیم رشد قیمت مسکن در کشورهای دیگه چطور محاسبه میشه. رشد قیمت مسکن در آلمان در 10 سال گذشته 0% بوده. در فرانسه در سال گذشته فقط 0.5% ما شاهد رشد افزایش قیمت مسکن بودیم. این در حالیه که در ایران به طور متوسط 150% ما در سال گذشته افزایش قیمت مسکن رو شاهد بودیم. برای اینکه این مقایسه کمی واضح تر بشه اگه موافق باشید یک مقایسه ساده انجام بدیم. با آلمان که چون رشد 0% داشته اصلا قابل مقایسه نیست، پس بیایم با فرانسه مقایسه کنیم. نگاه کنید در فرانسه یک خانه 20,000 یورویی طی 10 سال فقط 1,000 یورو به قیمتش اضافه میشه، یعنی سالی 100 یورو که به عبارتی طی 10 سال فقط 5% افزایش قیمت داشته. اما در حاکمیت آخوندها در طول 4 دهه قیمت مسکن 6,000% افزایش داشته. حالا اینها رو داشته باشید، یک موضوع دیگه هم اینجا قابل توجه هست، اون هم این که 2,000,000 خانه خالی در ایران متعلق به بانک هاست که این وضعیت باعث تشدید بحران مسکن و اخلال در چرخه عرضه و تقاضا شده. به دلیل رشد افسار گسیخته مسکن و ناهمخوانی با افزایش دستمزدها، این باعث شده که مردم توان خرید و رهن و اجاره مسکن رو نداشته باشن و این موضوع برای کارگران هر روز کاهش پیدا کرده. این وضعیت باعث وقوع چرخه بیخانمانی میشه، یعنی از مرکز مردم مجبور میشن به محلات کوچ کنن و از محلات به حاشیه و این روند ادامه داره تا جایی که تعداد قابل توجهی از حاشیه نشین های بیخانمان شده مجبور هستند به پشت بام خوابی، چادر خوابی، لوله خوابی و قبر خوابی رو بیارن. حالا بپردازیم به وعده های آخوند رئیسی که گفته بود سالی 1,000,000 مسکن میسازه و اسم طرحش رو هم گذاشته بود نهضت ملی مسکن. این طرح تا حالا یک واحد مسکن هم تحویل نداده، در حالی که با حساب 1,000,000 مسکن در سال باید در پایان 9 ماه حداقل 750,000 مسکن تحویل میداد. این در حالیه که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی رئیسی هم گفته که ما 10,000,000 واحد مسکن کم داریم.
یکی از راه‌های جهانی برای کمک به خرید مسکن پرداخت وام مسکن. ببینیم این وام مسکن که الان رژیم ارائه میده چیه. وام مسکن 150 تا 250 میلیون تومانه. 150 تا 250 میلیون تومان. یعنی شما با این پول فقط میتونید 6-7 متر از یک آپارتمان رو خریداری بکنید. بعد اقساط این وام حدود 5 میلیون تومنه که اگر شما حساب کنید که حقوق پایه کارگر 4,179,000 تومنه که خودشون اعلام کردن، یعنی کارگر اگه این وام رو دریافت کنه فقط برای پرداخت اقساط اون ماهانه 800,000 تومن هم بدهکار میشه. نتیجه منطقی این وام اینه که حتی یک کارگر رو هم صاحب خونه نمی کنه و مثل تمامی زمین های اقتصادی در چرخه های مافیا و آقازاده های نظام محو و گم میشه. فکر میکنم دیگه نیازی به توضیح و نتیجه گیری نیست. همین مقدار که موضوع مسکن و حقوق کارگران رو بررسی کردیم خودش گویا هست که در حکومت مافیاساز آخوندی برای کارگران خرید مسکنی متصور نیست. بینندگان عزیز، نگاه کوتاه داشتیم به موضوع مسکن کارگران. تا لحظات دیگه با موضوع زنان کارگر و معیشت و اشتغال اونها برنامه رو ادامه. از شاخصهای اصلی حکومت آخوندی زن ستیزی این رژیم هست، از حجاب اجباری تا تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی. اما نظام ولایت فقیه تبعیض و فشار مضاعفی را هم بر زنان کارگر اعمال میکنه. در آستانه روز جهانی کارگر میخواییم نگاهی داشته باشیم به وضعیت اشتغال و معیشت و دستمزد زنان کارگر در میهن اسیرمون و میخواییم تفاوت اون رو با روندی که در دنیا وجود داره مورد بررسی قرار بدیم. همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی از سوئد. سلام عرض بکنم خانم دشتی، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران. سلام از من و سلام به همه بینندگان در سراسر جهان و به خصوص ایران و با تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر. درود بر شما. خواهش میکنم. متشکرم از لطفتون. خانم دشتی، وضعیت زنان کارگر در میهنمون از نظر حقوق و دستمزد به چه صورت هست و زنان کارگر با چه دشواری هایی در امر اشتغال و همینطور بیمه ها و اساساً حمایت هایی که باید بشه مواجه هستن؟ با اجازتون قبل از اینکه توضیح بدم دو نکته رو باید متذکر بشم که من فکر میکنم برای روشن شدن بحث شاید کمک کنه. یکی از اینا اینه که معمولا ما میشنویم در همه جا که میگن که مرد سالاری باعث تبعیض بین زنها و تبعیض جنسیتی میشه. در مورد ایران همچین چیزی صادق نیست، به علت این که مرد سالاری کم و بیش در همه دنیا وجود داره، ولی در رژیم ایرانی که رژیم قرون وسطایی هست که داره حکومت میکنه. نکته دومی که میخواستم به سرعت بگم این هستش که سالانه یک تحقیقاتی قبلا هم خدمتتون عرض کردم در مورد زنان از طرف سازمان ملل و بخش اقتصادی سازمان ملل صورت میگیره که بهش میگن که به اصطلاح فاصله جنسیتی جهانی. بله. این تحقیقات از سال 2006 شروع شده و امسال منظورم سال قبل 2021 منظورم هست. بله. ایران بین 154 کشور یا 155 کشور که به اصطلاح تعیین شده 150مین مرتبه رو داره. این در مورد به اصطلاح برابری زن و مرد هست و میتونم کشورهایی مثل کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان که به اصطلاح چیزی نداشته نتونستن تحقیقی بکنن
پایین تر از ایران قرار دارد. بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باز مقام ایران پایین ترین هست و حتی کشور عربستان سعودی جلوتر از ایران قرار داره. در کلیت به اصطلاح توی 4 مرحله این مناسبت به اصطلاح این بگم آلترناتیوی دارن، روی 4 مورد تحقیق میکنن. بله. یکی مسئله شرکت زنان در اقتصاد هست، در سیاست، در تحصیلات و بهداشت. وضعیت زنان ایران در سال 2006 مقام 108 رو داشته، همین تحقیقات امسال 150 در مجموع. در مسئله به اصطلاح شراکت اقتصادی سال 2006 مقام 113 رو داشته، سال گذشته 150. در به اصطلاح تحصیلات و برابری تحصیلاتی 2006 مقام 80 رو داشته، 2021 119. و در به اصطلاح شراکت سیاسی 2006 109 بوده و امسال 151. اگر بخوایم نابرابری جنسیتی و یا شکاف جنسیتی رو در جامعه به عموم بخوایم نگاه بکنیم، در همه زمینه ها این دیده میشه، یعنی هیچ چیزی نیست و یک برابری عمومی هستش که نابرابری عمومی هست که وجود داره برای زنها و متاسفانه یک نابرابری جنسیتی در میان خود طبقه کارگر هم وجود داره که زنای کارگر خیلی خیلی وضعیتشون از مردای کارگر بهتره. یعنی فرصت‌های شغلی اصلا هیچ چیزی نداره، یعنی کارخونه های بزرگ مردا رو بیشتر استخدام میکنن و زنان مجبور میشن به طور نیمه وقت در کارخونه ها کار کنن و یا اینکه اصلا توی خونه کار کنن. منظورم این کار خونه نیست، منظورم این که بله. از خونه کار کنن، مثل اینکه مثلا یک چیزی ببافن، یک سبزی بکنن، یا همین که تمام این خانمایی که توی خونه کار میکنن یا زنایی که تو خونه کار میکنن نه بیمه دارن، نه بهداشت دارن، نه ساعتهای کار خیلی خیلی طولانی و نه هیچ امکاناتی برای مهد کودک یا چیزهای دیگه دارن. به اضافه اینی که از نظر حتی کار منزل، اگر که 8 ساعت، 12 ساعت، 13 ساعت کار میکنن، باز باید کار خونه رو هم انجام بدن. یعنی یک آمار توی ایران به جرات میتونم بگم که به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست، ولی همین سال گذشته یا 2 سال پاندمی تقریبا 50% از زنها رو بیکار کرد و زنها مجبور شدن که، زنهای کارگر منظورمه، که هیچ امکاناتی هم در اختیارشون قرار داده نشد و اصلا هیچ آماری از اینا نیست. اما فقط بازم به طور خلاصه بگم، چون اینقدر این بحث طولانیه و من میدونم که شما بفرمایید، شما خواهش میکنم خانم. در مرکز آمار ایران گزارش داده که همین امسال 1400، یعنی من ببخشید سال گذشته، 120 هزار زن شغل خودشون رو از دست دادن، که سال گذشته 750 هزار زن اصلا دیگه شغلی نداشتن و شانس دستیابی به کارهای به اصطلاح ثابت و کارهای مطمئن و مشاغل رسمی اصلا بین زنها وجود نداره. یعنی از 100 نفر زن که کار میکنن تقریبا 53 نفرشون توی بخش خدمات هستن، 26 نفر بخش صنعت، 20 نفر کشاورزی و بالاترین تراکم بین به اصطلاح خدمات بخش خدماته. خدمات که میگیم دیگه بیشتر همون کار خونه میشه و کارهایی که تقریبا میتونم بگم از نظر اجتماعی هیچ مقامی برای زن قائل نیستن. یعنی اینکه بحث شغل نیست، هر کاری ارزشمنده و کار اصلا جامعه رو غنی میکنه، اما موقعی که زن نه بیمه داره و نه امنیت اجتماعی داره و نه امنیت شغلی داره و حتی موقعی که سر کار میره از نظر جنسیتی مورد تعرض و آزار قرار میگیره، خب طبعا فشار رو روی زنا مضاعف میکنه و شرایطی هستش که میتونم به جرئت بگم به همین خاطرم هست که اگر آدم بخواد نگاه کنه توی هر مرحله‌ای که میبینیم، توی هر تظاهراتی که میبینیم، زنا پیشرو این داستان هستن به خاطر اینکه بیشتر تحت ستم هستن. اینجوری نیستش که
آقایون به راحتی بخوان این پیش قراولی رو به خانوما بدن. این واقعیتیه، بله دقیقا، چون هیچ این وقت خانوم زایده یک ضرورتی هست و یک نیازی. بله یک نیازی هست که خود خانوما هم پیش رو شدن و بله این مسئولیت رو به عهده گرفتن. دقیقا، متشکرم از من توضیحاتتون خانم دشتی، خیلی ممنونم. اگه اجازه بدید به یک وجه دیگه هم از این موضوع بپردازیم. مالکشان نظام و خود همین رژیم و رسانه هاش مدعی هستند که در همه جای دنیا تبعیض علیه زنان وجود داره و هنوز برابری به طور کامل نیست. پس نباید در مورد زنان کارگر هم در ایران چنین انتظاری داشت. نظر شما در این رابطه چه هست و واقعیت چیه؟ ببینید توی هر کشوری که یکی از به اصطلاح نشانه های پیشرفت در کشوری حقوق زنان است. همونجور که اول خدمتتون عرض کردم، بحث مرد سالاری و حقوق نابرابر در همین دنیا هست. اما موقعی که قوانین به اصطلاح زن رو حمایت میکنه و از نظر کار، از نظر شغل، از نظر امنیت اجتماعی، از نظر امنیت به اصطلاح بیمه بیکاری اینا رو در اختیار زنان قرار میده، خب خیلی فرق میکنه. اگر نه که خب ایران باید به جای مقام 150 همی که الان توی این ارزشیابی جهانی داره، مثل کشور سوئد، دانمارک، نروژ یا ایسلند، همونجور که خودشون میگن، حتی مثل هند یا اینکه مثل عربستان سعودی مقام بالاتری رو داشت. این با اجازت من میخوام بگم این نوع تحلیل ها و این نوع جواب دادن ها من یاد احمدی نژاد میندازه. من به این تحلیل ها تحلیل احمدی نژادی به این علت که هر وقت که بهش میگفتن هر مشکلی هست، میگفت همه جای دنیا هست، ما داریم راجع به ایران حرف میزنیم. حتی اگر همه جای دنیا هم باشه، خب مشروعیت نداره که وضعیت زنهای ایران هم اینجوری باشه. این به اصطلاح یک تعریفی هست برای اینکه مسئولیت خودشون رو در قبال زنان و در قبال کل جامعه انجام ندن. من فکر میکنم مالکشان نظام همونجور که گفتیم و متاسفانه اینو بگم که هنوز زنایی هم هستن که در این حکومت هستن و اصلا دردشون نه درد اجتماع هست و نه درد زنان هست و اصلا هیچ مسئله ای از مردم نمیخوان حل کنن. بله اونا اصلا در واقع عوامل و مهره های رژیم هستن برای اعمال همین ستم. بله ببینین موقع که مارگاریت تاچر نخست وزیر انگلیس شد، به عنوان زن آهنین بله، شناخته شد. بله تمام زنانی که فعال زنان بودن میگفتن مارگاریت تاچر یک مردی هست که کت و دامن میپوشه، یعنی هیچ مشکلی از زنان انگلیس رو حل نکرد. خب موقعی که ما میبینیم توی ایران، حالا اصلا قابل مقایسه با انگلیس نیست، توی ایران خانمایی هستن که در اصل باید، زنانی که در جزیه حکومت هستن در اصل باید عبا و عمامه داشته باشن. بله. و مسئله زنان مسئله شون نیست، کما اینکه موقعی هم که میان توی تلویزیون برنامه میذارن، بر اساس این برنامه میذارن که زنا باید خونه بمونن و زنا باید بیشتر بچه دار بشن و زنا باید این کار اون کار بکنن تا مورد توجه قرار بگیرن. اصلا بحث شرکت زن در امور اقتصادی، در امور سیاسی مسئله شون نیست. بله دقیقا. خیلی خیلی متشکرم خانم دشتی، خیلی لطف کردید. ممنونیم از حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار ارزشمندتون. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار برنامه خواهش میکنم. سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. بینندگان عزیز، توضیحات خانم سهیلا دشتی در رابطه با وضعیت زنان کارگر در میهنمون رو شنیدیم. تصاویری ببینیم از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل میهن و فراخوان به گرامی داشت روز جهانی کارگر در میهن اسیر. درود به مردم ایران. به یاری کارگران و دهقانانی بشتابیم که بار سالها محرومیت و استعمار را بر دوشهای پرتوان خود هم کردند و امیدواریم در ایرانی به دور از آخوند و جلاد و دزد و اختلاس زندگی کنیم. اردیبهشت 1401، خبرنگار سیمای آزادی. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، قربون شما. شما با عنوان یک کارگر نظرتون چیه راجع به زندگی کارگران، معیشت کارگران در ایران؟ بختن کار ندارن، درآمدها بسیار گرون، کارگری هم یک روز هر روزی
300 تومن 200 تومن هر که هرچی بدم اون راست اون دور باید بزاده نه مردم ضعیف هم راهکار چیه؟ با چه کرد که این اوضاع عوض بشه؟ آخونده رو اینجوری نابودشون کنن برن از من بله بسیار یه کارگرم مایی 7 میلیون حقوق میگیرم 1,450,000 تومان اجاره خونه میدم میانگین 2,000,000 پول آب و برق و گاز میدم و خرجی خونه هم هست یه روغن 1 لیتری 35,000 تومان یه کیسه برنج 10 کیلویی او هم از نوع نامرغوبش حدودای 500 تومانه گوشت یعنی دیگه که بشه بعد از یه 8 ساعت پختن خوردش میشه کیلویی 178 تومن مرغ کیلویی 38,000 تومنه و حتی گوجه کیلویی 25,000 تومن من برای عید برای بچه هم پول نداشتم لباس بخرم پسرام با اگه کیف مدرسشون پاره بشه باید بدوزمشون چون یا چسبشون کنم چون پول ندارم باز کیف مدرسه بخرم من درود میگم به کانونای شورشی امید ما تنها همه کانونای شورشی سازمان مجاهدین تا بتونیم الا اقل مملکتمون از این حد اقل قضیه اینه که آزادی بیان پیدا کنیم بتونیم با آزادی مشکلاتمون رو بیان کنیم عقایدمون رو بیان کنیم و که حق هر ایرانی یک زندگی مرفه واقعا حق هر ایرانی با این تمام این ذخایر نفتی گازی و مسائل های جدا بزرگی که خودتون میدونین درآمدهای هنگفتی که ایران داره 3-4% فقط چنین حق رو دارن و ما بقی از این حق محرومن او 3-4% هم همین نکبتزاده های وزیر وزرا هم که به امید خدا و به یاری سازمان مجاهدین بایستی به جزای اعمالشون برسن درود بر برادر مسعود رجوی درود بر خواهر مریم رجوی و پاینده با کانونایشون روز جهانی کارگر پیش روی ماست و این مهمه که در هر فرصتی به اهمیت این روز بپردازیم و به این فکر کنیم که راستی روز جهانی کارگر در چه شرایطی داره برگزار میشه. امسال کارگران زحمتکش در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرن که با ایرانی متلاطم و خروشان مواجه هستیم. اعتراضات دامنه‌دار اقشار مختلف باعث شده کارگران در موقعیت تهاجمی قرار بگیرن و تظاهرات و تجمعات خودشون رو گسترش بدن. از طرف دیگه شاهد همبستگی سایر اقشار ستم دیده با کارگران هستیم که این خودش زمینه ساز طوفانی از خشم و انزجار نسبت به تمامیت نظام حاکم شده. با درود به همه کارگران آگاه و زحمتکش و با این امید که برنامه امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا دیداری بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما.